همراهان گرامی سلام، به پیام پادکست خوش آمدید. در این پادکست درباره حرص رسیدن به آینده را با شما در میان میگذارم. امیدوارم این موضوع مورد توجه شما قرار گیرد. نظرات و پیشنهاداتتان را با من شریک سازید. پیام پادکست را لایک و سابسکرایب کنید. لطفاً در ادامه موضوع با من همراه باشید. در گذشته همیشه به آینده فکر میکردم. تصور من این بود وقتی در آینده برسم همه چیز حل است و بدون دغدغه میتوانم زندگی کنم. آینده نگری بدون در نظر گرفتن واقعیت ها هرگز به من فرصت نداد که به زمان حال فکر میکردم خوب زندگی میکردم و خوب یاد میگرفتم. حالا که به آینده رسیدم، آینده ای را که فکرش میکردم این آن آینده نیست. این آینده بسیار پیچیده و گیج کننده است. حالا حسرت گذشته را میخورم، با خود میگویم ای کاش در گذشته برای آینده فکر نمیکردم. همان زمان حال می اندیشیدم، مشکلات و کمبودی ها را به فرصت تبدیل می کردم. در گذشته اگر حرص آینده را نمی خوردم، وقتی به آینده می آمدم آگاهانه در همان حال آینده زندگی می کردم. آینده ای که پیچیدگی کمتر می داشت و راحت تر می بود و اصلا دوباره در مورد گذشته فکر نمی کردم. بنابراین فکر می کنم اگر این کار را میکردم مرا از درونگرایی دور میکرد و از من فردی میساخت که حریص نباشم. میتوانستم فردی باشم که زمان حال را در اختیار داشته باشم و خوب زندگی کنم. حال را به آینده درست پیوند میدادم. هدف از این حسرت و طرز تفکر این است هرگز نگران گذشته و آینده نباشیم. باید آگاهانه در زمان حال زندگی کنیم تا به گذشته بر نگردیم. اگر این کار را انجام دهیم می توانیم فرصت خوب زندگی کردن را در زمان حال فراهم کنیم که می تواند حال و آینده مطلوب را برای ما به ارمغان بیاورد. همراهان خوبم، با لایک و سابسکرایب به من کمک بزرگ می کنید. از توجه و همراهی شما تشکر. لطفاً نظراتتان را در بخش کامنت بنویسید.